در حمله نیروهای پشتیبانی سریع سودان به منطقه الفاشر حداقل 22 نفر کشته شدند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. یک گروه حامی دموکراسی گفت که نیروهای پشتیبانی سریع سودان RSF در حمله روز شنبه به شهر الفاشر در غرب منطقه دارفور دست کم 22 نفر را کشتند، اگرچه این نیروی شبه نظامی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. کمیته های مقاومت الفاشر در فیسبوک اعلام کردند که نیروهای پشتیبانی سریع سودان RSF پس از هفته ها بن‌بست در آن جبهه در جنگ داخلی کشور گلوله های توپخانه به بازارها، بیمارستان ها و آپارتمان ها شلیک کرده است. این گروه فعال همچنین گفت که نیروهای پشتیبانی سریع سودان RSF از یک پهپاد برای هدف قرار دادن یک بیمارستان استفاده کردند. پس از چند ساعت از این حمله اعلام شد که در مجموع 97 نفر در این یورش کشته یا زخمی شدند. نیروهای پشتیبانی سریع سودان RSF هر گونه دخالت در این حمله را رد کرد و گفت که با ارتش یا گروه‌های متحد آن در الفاشر درگیر نشده است. این شهر آخرین موقعیت باقی مانده ارتش ملی در منطقه دارفور و یک جبهه کلیدی در جنگ با نیروهای پشتیبانی سریع سودان RSF است که سودان را به بدترین بحران انسانی جهان تبدیل کرده است. سازمان ملل اعلام کرده است که بیش از 300 هزار نفر در نتیجه درگیری هایی که در ماه آوریل آغاز شد خانه های خود را در الفاشر ترک کردند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد چندی پیش اعلام کرد که در کشور آفریقایی سودان نزدیک به 26 میلیون مرد، زن و کودک به شدت گرسنه هستند و این تعداد معادل کل جمعیت استرالیا است. وی در ادامه اظهار داشت که از این 26 میلیون 750 هزار نفر تنها یک قدم با قحطی فاصله دارند که از نظر طبقه بندی امنیت یک پارچه غذایی این وضعیت به عنوان فاز پنجم محسوب می شود. فاز پنجم در طبقه بندی سازمان ملل نشان دهنده عمیق ترین فاجعه در زمینه ناامنی غذایی است. با این حال و به رغم تهدید فرارسیدن قریب الوقوع یک فاجعه انسانی بی سابقه، جامعه بین المللی و به ویژه جهان غرب علاقه چندانی نسبت به سودان و درگیری های دیرینه و طولانی مدت آن نشان نمی دهد و نه در تیتر و سرتیتر های رسانه ها، نه در اعتراضات دانشجویی و خیابانی و نه در کمپین ها و کارزارها و مداخلات و مطالبات مردمی برای پاسخگویی دولت ها و اشخاص درگیر نشانی از این بحران را نمی بینیم. گفتنی است که درگیری ها در سودان در آوریل 2023 بین جنرال ارتش عبدالفتاح البرهان و فرمانده نیروهای RSF محمد همدان داگالو بر سر اختلافات در مورد ادغام این گروه شبه نظامی در ارتش آغاز شد. بر اساس آمار سازمان ملل، درگیری ها منجر به کشته شدن نزدیک به 16 هزار نفر، آواره شدن میلیون ها نفر و ایجاد یک بحران انسانی ویرانگر در سودان شده است.